دوستان، با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. در این ویدیو میخوام چند تا حرکت برای جلو بازو و ساعد و مچ بهتون نشون بدم. کل این حرکت ها رو میتونید با دمبل برید. با ما باشید، حرکت ها رو شروع میکنیم. Let's go. توضیح بدم دوستان، کسایی که حرکت جلو بازو میرن و نمیدونه چقدر دست خورو بیاره بالا و چقدر دست خورو ببره پایین، حرکت استانداردش اینجوریه که تا جای دست میارید بالا که فرم چونتون حرکت نکنه، یعنی نه از جلو مثل اینجا نمید، تا جایی که را داره پایین میری صاف میکنید دستم. یه حرکت ساده، یک دو سه. حالا اگر بخوایم توی زاویه بریم، این میاد 90 درجه میاد بالا تا جایی که را داره، یک دو سه. اگه حرکت بریم بیشتر فشار قسمت بالای جلو بازیه و کسی که اینجوری میره نصفه میره، یک این پایین میره صاف میکنید بالا میاد 90 درجه میشه به این زاویه. این بیشتر فشار رو قسمت این قسمته پایین جلو بازوشون میشه و برای کسایی که خوبه مثلا قسمت بالای جلو بازو قوی است و پایین جلو بازوش ضعیف است میتونه یه حرکت بره نصفه بره، نه این زاویه بره، بیشتر فشار هم قسمت پایین بیاد که قسمت خالیگی پایین پرشونه. برای کسایی که بالای جلو بازوشون ضعیفه میتونه این زاویه بره. بعد اگه بخوایم فقط میانی رو چیز کنیم، قسمت وسط رو بخوایم فشار بیاریم، نه خیلی میری بالا نه خیلی میای پایین، این قسمت وسط جلو بازو رو فشار میاره، این عضله جلو بازوه، درسته؟ دو سر داریم پایین، سر بیرونی و سر داخلی. بعضی ها میبینه این قسمت داخل جلو بازوشون قوی است، این قسمت بیرونشون ضعیفه و یا برعکس. چجوری بخوایم تمرین بدیم وقتی جلو بازو میریم که بیشتر فشار داخل بیاد و یا بیشتر فشار قسمت بیرون بیاد، نقطه ضعفمون درست بشه. برای کار دمبل رو میگیریم، حرکت رو وقتی باز میریم به این زاویه فشار برعکس میاد، فشار قسمت داخل میاد، سر داخلی جلو بازو یه قسمت. ولی اگر بخوایم سر بیرونی فشار بیاد، این طرف داخل میگیره به این زاویه، قسمت بیرون فشار میاد. و اگر بخوایم که قسمت بیرون این زاویه پایینش فشار بیاد دقیقا اینجا، پس ما هم کار میکنیم طرف داخل میگیریم که قسمت بیرون مایچه جلو بازوم فشار بیاد و به این زاویه. دمبل هم تا بالا نمیخوایم ببریم، نمیخوایم کل قسمت بیرون کل قسمت از بالا تا پایین فشار بیاد، فقط میخوایم پایین فشار بیاد. پس چیکار میکنیم؟ میریم دست صاف میکنیم میریم تا 90 درجه این زاویه، ولی دمبل طرف داخل باشه که به بیرون فشار بیاد. و یا برعکسش میخوایم فقط بالا فشار بیاد قسمت بیرون، دست جمع است میری بالا میری 90 درجه. کل قانوناش همینجوریه، به قانون ساده داره، جلو بازو دمبل چپ کشی. سعی کنید بالا میرید نه دمبل رو ول نکنید خودش بیاد پایین، اینجوری دمبل رو که میرید بالا باید از الان مقرز منبسط بشه، یواش میاد پایین دستا صاف میشه میری بالا، میری بالا یواش میاد پایین، از قشنگ فشار بیاد. یه از بی بود جلو بازو چکشی. همین حرکت جفت داریم تک داریم، مثلا تکش اینجوریه، این جفت بود که رفتیم، تکش اینجوریه که این میاد بالا وقتی میره پایین، یکی میاد بالا چکشی دمبل تک جلو بازو دمبل داری. بازم این حرکت مثل حرکت جلو بازو که توضیح دادم،
اگه بری پایین تا این زاویه بیای بیشتر قسمت پایین فشار میاد. اگه بیای بالا قشنگ جمع کنی اگه بری پایین قشنگ صاف کنی کل بازو فشار میاد. اگه بخوای نصفه بری فقط قسمت بالا شما کامل بری قشنگ میاد بالا پایین دستو خسن. رو بازو دنبل دخم خوبی از یه حرکتیه که چون بازو به بدن چسبیده نیست کل فشار قشنگ رو بازوهایت میاد. حالا پیک بازو هم خوبه. 1 2 3 4 سعی کنید که آرنج خورت تکان ندید، ثابت باشه، فقط از آرنج به پایین تکان میخوره. تمام شد. روی یکی دست هر حرکتی که وای میسید فرم استادن شما خیلی مهمه. هیچ وقت کمر خم نکنید تو حرکت، کمر باید صاف باشه. یکم تقریبا مثل همون حرکت قبلیه. حالا خوبی حرکتیه که زانوی شما باعث میشه آرنج با تکان نخواه، یعنی تسلط بیشتر در روی حرکت که انجام میده. آرنج هم میچسبونید قسمت با میاد بالا تا جایی که را داره میاد پایین دست رو صاف کنید. کل قسمت جلو بازو قسمت بیرونش، چون دست به این زاویه گرفتید پس قسمت بیرونی بیشتر فشار میاد. 1 2 3 4 5 6 7 8 این حرکت نمیشه سنگین رفت، سعی کنید جزء حرکت های آخری شما باشه. از یه حرکت باید از یه چیز تکیه کنید و یا اگه میده یه چیزی هست از رو بگیرید تا حالا چون به هم نخورن. این حرکت برای قسمت داخلی جلو بازو هست. حرکت بریم. 1 2 3 4 5 چند حرکت ساید بریم. دنبال رو میگیرید داخل جمع میکنید بالا میگیرید پنی صاف میشه. حرکت ها تو جایی برید که خسته شد چون حرکت های سبکی هست. دو تکرار، سه تکرار، ده تکرار، 15 تکرار خسته نمیشه. دو بیست تکرار، سه تکرار، مصمن تکرار هرچی بیشتر بهتر. حرکت اول، حرکت دوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وقتا میرم برای شما خودتون دارید دیگه. حرکت بعدی تو این زاویه دنبل رو میچرخونید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دهمی حرکته. کف دست اگه به بالا باشه میشه جلو بازو، اگر پشت دست بالا باشه میشه ساید. دموچو ساید شام میاره. میشه سنگ را میدید میاد بالا تا جای کرا داره میاد پای ساید. 2 3 4 هر چقدر میتونید انجام بدید.
اگر احساس کنید دمبلی که دارید سبک است، پس تعداد حرکت ها رو زیاد کنید، چون دمبل سنگی خونه ندارید. دوستان حرکت های امروز تموم شد، امیدوارم که خوشتون آمده باشه. این حرکت ها برای کسایی که حرفه‌ای هستن، کسایی که ورزش یک سال دو سال شروع کردن و نرمالی حرکت ها رو هر کس میدونه. این ویدیو مخصوصی کسایی هست که تازه میخوان ورزش بدنسازی رو شروع کنن و نمیدونن حرکت ها رو چجوری انجام بدن، و من طبق تجربه‌ای که داشتم، چیزی که بلد بودم برای شما نشون دادم. امیدوارم که برای شما مفید واقع شده باشه و دقت کنید که از هر عضله مثل جلو بازو و یا ساید حرکت زیاد نرید. 3 تا 4 تا حرکت، نهایت 4 تا حرکت انتخاب کنید نسبت به نیاز بدن شما. ببینید که کجا نیاز داره، قسمت بیرونی، داخلی و یا هر جای بدن شما که ببینید ضعیف است، برای همون قسمت فشار بیشتر بیارید، تنظیم کنید حرکت های خورا. لطفاً اگر مربی دمده شما هست، از پیش خود تمرین نکنید، برید از یک مربی و یا از یک کسی که تجربه داره راهنمایی بخواید که اونا به شما توضیح بدم، خیلی بهتر هست. ویدیو رو درست کردم چون بعضی ها هستن که داخل کمپا هستن، داخل خونه هستن، دسترسی ندارن در باشگاه و یا نمیتونن به هر دلیل برن باشگاه تمرین کنن، و این حرکت های ابتدایی هست که میتونید داخل خونه انجام بدید. و تلاش میکنم که ویدیوهای بیشتری مثل ازی درست کنم که برای شما مفید باشه. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. اگر از ویدیو من خوشتون میاد، میتونید برای سابسکرایب اینجا کلیک کنید، و اگر میخواید ویدیوهای قبلی منو ببینید میتونید اینجا کلیک کنید. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. خداحافظ. بای بای.